با درود به دوستان عزیز، ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب و لایک کنید تا شما رو با جدیدترین موضوعات و سرگرمی های روز دنیا آشنا کنیم. امروز میخوایم برای شما از معجزه پوست ماهی تیلاپیلا برای درمان سوختگی های شدید صحبت بکنیم. در کشور برزیل پرورش ماهی تجارت اصلی و مهم به حساب میاد، ولی معمولا کارکنان بعد از گرفتن ماهی تیلاپیلا از آب و تمیز کردن ماهی، معمولا پوست ماهی های تیلاپیلا رو دور میریزند. پزشکان این پوست ها رو مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بعد از تمیز کردن و زنده عفونی کردن پوست ها، میتوان از اونا برای پوشاندن و درمان سوختگی افراد آسیب دیده استفاده کرد. شاید با فکر کردن درباره بدن پوشیده شده با پوست ماهی، صحنه‌های وحشتناکی به ذهنمون خطور کنه، اما نباید از جنبه‌های درمانی این روند صرف نظر کنیم. پزشکان سوختگی‌های فرد را با پوست ماهی تیلاپیلای ضد عفونی شده می‌پوشونند، زیرا اونا معتقدن که در پوست این ماهی‌ها پروتئین‌های کلاژن سازی شده وجود دارد. مقدار این پروتئین ها حتی بیشتر از پروتئین های موجود در بدن انسان هستش که به ترمیم زخم و تسریع روند بهبودی اون کمک میکنه. در شرایطی که فرد تحت آسیب شدید قرار داشته و پوست مصنوعی برای پیوند به سختی یافت میشود، به نظر میرسه که پوست ماهی بهترین گزینه برای درمان سوختگی های شدید میتونه باشه. اگر پزشکان از پانسمان های معمولی برای درمان این سوختگی ها استفاده کنند، برای جلوگیری از عفونت های ناشی از سوختگی بایستی هر روز پانسمان رو تعویض کنند و این تعویض پانسمان خودش بسیار دردناک هستش. باید بدونید که پانسمان در بهبودی جراحت های حاصل از سوختگی نقش مهمی رو ایفا نمی کنه. استفاده از پوست ماهی نه تنها نیاز به تعویض روزانه نداره، بلکه مانع ورود آلودگی ها و حتی تسریع طول مدت بهبودی شده و درد ناشی از سوختگی را تا حد تحمل کاهش میده. اما از نقش پوست ماهی تیلاپیلا در حیوانات هم میخوایم براتون صحبت کنیم. پوست ماهی تیلاپیلا برای حیواناتی که دچار سوختگی شدید شدند مؤثر هستش. در سال 2017 در ایالت کالیفرنیا دو خرس به علت سوختگی در قسمت پنجه‌هاشون قادر به راه رفتن نبودند. دامپزشکان برای درمان این خرس‌ها از پوست تیلاپیلا استفاده کردند. یکی از دکترا به نام جیمی پیتون در این باره میگه استفاده از پوست ماهی تیلاپیلا برای خرس ها مانند پوشاندن پنجه های اونا با کفش بود، کفشی از جنس ماهی. فایده دیگه استفاده از پوست ماهی برای درمان سوختگی پوست حیوانات اینه که اگر به صورت اتفاقی حیوانات پوست ماهی رو برعکس پانسمان های معمولی بخورن، به علت قابل خوردن بودنه پوست ماهی هیچ آسیبی برای حیوانات به وجود نمیاد. اما در رابطه با خرس هایی که پنجه هاشون به مشکل برخورده بود و پنجه های اونها رو با پوست ماهی پوشونده بودن، دامپزشکان پنجه های خرس ها رو که تحت بیهوشی بودن با پوست ماهی تیلاپیلا پوشوندن و اونها رو با نواری از جنس پوسته ذرت محکم کردن. بعد از چند هفته دامپزشکان با بررسی پنجه های خرس ها متوجه شدن که پوست منطقه آسیب دیده دوباره به حالت طبیعی خودش برگشته و اثری از سوختگی دیگه باقی نمونده. آیا این روش برای انسان هم مفید هستش؟ در حال حاضر استفاده از پوست ضد عفونی شده ماهی تیلاپیلا کارآزمایی های بالینی رایج را برای درمان سوختگی پوست محدود کرده. هرچند این کارآزمایی ها نیز در جای خودشون بسیار مفید و سودمند هستند. تا کنون 52 نفر از این روش درمانی جدید برای
سوختگی خودشون استفاده کردند و خوشبختانه هیچ یک از اونها شکایتی از این روش درمانی نداشتند. جایگزین کردن پوست دچار سوختگی با پوست انسان دیگه یا پوست حیوانات دیگه بسیار دردناک و گاهی ناخوشایند هستش، اما استفاده از پوست ماهی تیلاپیلا برای افراد قابل تحمل و از نظر هزینه هم مرغوب به صرفه هستش. ممنون که با یه ویدیو دیگه ما رو همراهی کردید. امیدوارم همه ویدیوهای ما رو ببینید و اگر دوست دارید راجع به مسئله خاصی براتون ویدیو درست بکنیم حتما برامون کامنت بذارید. لطفا کانال یوتیوب دلتا مدیا رو هم سابسکرایب و لایک کنید تا با ما بیشتر همراه باشید. متشکرم.